سلام میکنم به شما جناب حسن یاری، خیلی ممنون که تشریف آوردید در این بخش خبری ویژه ما. اتفاق تازه از همین الان دقایقی هستش که خبر منتشر شده، اما برخی رسانه ها گفتن که از رادار خارج شده بوده هلیکوپتر. از 3 هلیکوپتر 2 هلیکوپتر به محل رسیدن ولی هلیکوپتر ابراهیم رئیسی نرسیده. بشنویم تحلیل شما رو. درود بر شما و ملت شجاع ایران. ببینید، یکی از به این مسئله از نظر فنی بایستی نگاه کرد، اینکه ناگهان هلیکوپتر از دید رادارها خارج شده معناش این هست که سقوط کرده. البته بایستی دید با قاطعیت بیشتری در این مورد صحبت کرد. منتها اون چیزی که در گذشته برای بعضی از هواپیماهای خطوط مسافربری و هلیکوپترهای خود جمهوری اسلامی که افراد مهمی رو نظیر فرمانده نیروی زمینی سپاه و یا اینکه در زمان جنگ تعداد زیادی از فرماندهان بسیار ارشد ارتش رو حمل می کردن ناگهان ناپدید شدن، خب به همه اونها سقوط کردن. بنابراین از نظر فنی چون این امری مهم است. از نظر فنی باز اگر نگاه بکنیم به این که در هوای شرایط بد آب و هوایی این هلیکوپتر پرواز کرده و دقیقاً همین شرایط مانع از این هست که به هلیکوپتر ظاهراً سقوط کرده نزدیک بشوند، نشانه کامل بیخردی و عدم مدیریت صحیح مملکت در ابعاد بسیار گسترده و به خصوص در این مورد هست. به این معنا که اگر شرایط آب و هوایی مناسب نبوده اساساً این هلیکوپترها چرا به پرواز در اومدن. بنابراین از این به بعد می شود وارد سناریوهای مختلفی شد، این که آیا جمهوری اسلامی یا رهبر جمهوری اسلامی و یا سپاهیان به این نتیجه رسیدن که باید ابراهیم رئیسی رو و سرنشینان دیگر این هلیکوپتر رو از یک جا از بین برد یا نه، این که صرفاً حادثه بوده، مسائل فنی باعث شده، مشکلات فنی باعث شده که هلیکوپتر سقوط بکنه و بسیاری سوالات دیگر، پرسش‌های دیگر، به این معناست که جمهوری اسلامی قادر نیست حتی مهمترین یا از مهمترین افراد رده بالای رژیم رو هم از اینها درست محافظت بکنه و این هم باز خیلی به امر غیر منتظره نیست در جمهوری اسلامی، ولی شبهات بسیار بسیار زیادی وجود داره. به نظر من ابراهیم رئیسی مهره ای نبوده که نظیر مهره های دیگری که طی 45 سال گذشته سپاه پاسداران و یا اینکه رهبری رژیم تماس گرفته باشه اونها رو از بین ببره. رئیسی در چنین شرایطی نبوده. رئیسی حتی از اون تدارکاتچی خاتمی هم بسیار بسیار کمتره. بنابراین مقداری به نظر میرسه که کشتن عمدی رئیسی، اگر که کشته شده یا مرده در این حادثه، امری نبوده که خواسته رهبری جمهوری اسلامی باشه، به خاطر اینکه رئیسی یک دستیار بسیار مطیع بوده برای رهبر جمهوری اسلامی. ولی در تمامی این اوضاعی که در گذشته و حال مشاهده می‌کنیم، یک امر مسلم هست و اون اینکه جمهوری اسلامی نقادر هست به خبررسانی روشن برای اذهان عمومی و پایان دادن به سناریو سازی های مختلف و نه قادر هست که رهبران خود رو به طور جدی محافظت بکنه. بنابراین در این شرایط خیلی غیر منتظره به نظر نمی رسد که چون این حادثه ای رخ داده باشه و ممکن هست اون نشست سخت و یا اینکه اتفاقا سوال من جناب حسن یاری از شما همینه. اتفاقا میخواستم برای ما اگر شما بتونید از تعریف فرود سختی که حالا رسانه‌های جمهوری اسلامی ازش نام میبرند، فرود سخت رو تعریف بکنید. و سوال بعدی من این است که حالا در این فرود سخت این تجهیزاتی که داخل هلیکوپتر هست، به هر حال هلیکوپتر عادی هم که نبوده، رئیس جمهور مملکت رو داشته با خودش اینور اونور میبرده، به هر حال محافظانی بوده، چه امکاناتی هست برای برقراری ارتباط؟ خب ببینید، یکی از باز شاهکارهای جمهوری اسلامی این بوده که ادبیات فارسی رو از محتوا خارج کرده. کلماتی که به کار میاد، فرود سخت. فرود سخت به چه معناست؟
خب میشود خیلی راحتتر، خیلی منطقیتر و روشنتر گفت سقوط کرده این هلیکوپتر. این که کسی این هلیکوپتر رو نگرفته و به زمین زده باشه که سخت باشه اون فرود. بنابراین فرود سخت در این شرایط و در این قالب به نظر من یعنی این که سقوط کرده. در مورد این که تعدادی افراد ظاهراً مهم جمهوری اسلامی در این هلیکوپتر بودن، خود این هم اشتباه بزرگتری است به نظر من، به خاطر این که گفته شده که از چند هلیکوپتر استفاده کردن و قرار دادن وزیر خارجه در کنار رئیس جمهور در همون هلیکوپتر به نظر من منطقی به نظر نمیرسه، به خاطر اینکه هر حادثه ممکنه پیش بیاد. و در نهایت افرادی که بودند، ظاهرا تعداد بیشتری هم در این هلیکوپتر بودند، اگر اون فرود سخت به معنای سقوط باشه، خب احتمالاً اونها هم در کنار رئیسی و امیر عبداللهیان اونها هم احتمالاً فوت کردند. و خب در وقتی که هلیکوپتری در این شرایط به زمین بخوره، اون وسایل محافظتی هم که در زمین اگر که رئیسی حرکت بکنه به عنوان گارد محافظ رئیسی و با اون تجهیزاتی که دارن در اون شرایط به کار میاد، نه در شرایط این فرود سخت. و در نتیجه به نظر من مشکل اساسی در این هست که جمهوری اسلامی حتی به خودش هم اعتماد نداره، مردم که هیچ واقعاً روشن بگویند که چه شده، چون حادثه به هر تقدیر ممکنه پیش بیاد. ولی خب از اونجایی که در جمهوری اسلامی همه چیز امنیتی است، به نگاه امنیتی است و نگرانی های بسیار شدیدی که رهبر جمهوری اسلامی داره از اون چیزی که در جامعه ایران میگذره، رفتار بسیار بدی که با زنان و مردان ایران دارن و مشکلاتی که در این سیر اخیر دیدیم و ناکارآمدی های بیکفایتی های جمهوری اسلامی رو، در این شرایط هم چیز بعیدی به نظر نمیرسه که این هلیکوپتر و این فرود سختش معناش این باشه که در نهایت اتفاقی یا اینکه حادثه نظیر حوادث گذشته به وجود اومده و در نتیجه جمهوری اسلامی وحشت داره از اینکه اخبار درست به مردم برسه، چون هر آن انتظار این میرود که مردم به پا خیزند با شدت و حدتی بیشتری و در نتیجه تمامیت خود نظام رژیم جمهوری اسلامی به خطر بیفته. بنابراین جمهوری اسلامی اشکالات بسیار عدیده‌ای داره، از جمله مدیریت در دادن اخبار، مدیریت در کنترل شرایط محیطی و همونطوری که پیشتر شما اشاره کردین، حتی دقیقاً میدانند که الان هلیکوپتر در چه محلی فرود آمده، ولی هلیکوپترهای دیگر حاضر نیستند که جان خود رو نظیر رئیسی و امیر عبداللهیان به خطر بیاندازن. آقای حسنیاری، اتفاقا شما میرسید به جایی که من میخوام سوال رو بپرسم از شما. این هلیکوپترهایی که الان عالی‌ترین مقام های جمهوری اسلامی سوارش بودند، چه مدل هلیکوپتری هستن؟ هلیکوپترهای خاصی هستن؟ من یکی دو بار از نزدیک دیدم این صحنه ها رو، به نظرم نمیاد چیز ویژه‌ای بوده باشن. اساسا از هلیکوپترهای استفاده میشه و اینکه با وجود این تحریم های سفت و سخت کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی میتونه تاثیرگذار بوده باشه بر اینکه این هلیکوپترها به هر حال نرسن بهشون، تجهیزاتشون تعمیر نشه؟ خب این هم باز به پرسش خیلی خیلی مهمی است. اگر برگردیم به جنگ جمهوری اسلامی و عراق، در اون زمان هم دیدیم با وجود اینکه جمهوری اسلامی وارث بهترین هواپیماها جنگنده های جهان در اون زمان بوده، مزالش به خاطر عدم کارایی، تحریم ها، کشته اعدام بسیاری از فرزندان بزرگ ایران که تکنیسیان های خیلی بزرگی بودند، این از نظر فنی این توانایی رو داشتند که هواپیماها رو در شرایط جنگی نگه دارن. در اون زمان تعدادی از هلیکوپترهای بل و هلیکوپترهای دیگری هم خریداری شده بود، منتها اگر نگاه بکنیم به فاصله زمانی بین نکبت 57 و امروز، 45 سال گذشته و جمهوری اسلامی افتخارش این بودی که توانسته بالگردهای هلیکوپترهای تا
تازه‌ای بسازه و برای من بعید نخواهد بود که همین هلیکوپترها یا بالگردهای ساخت جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته باشند. همونطور شما اشاره کردین، بحث تحریم ها بوده، بحث عدم دسترسی به تکنولوژی های به روز جهان برای وارد کردن و یا اینکه استفاده از اون تکنولوژی ها برای ساخت هلیکوپترهای مدرن در داخل ایران. بنابراین این هلیکوپترها تعداد بسیار خیلی روشنی چه هلیکوپترهایی هستند، منتها به اعتقاد من ساخت جمهوری اسلامی هستند و تعداد زیادی از اینها تا حالا سقوط کردند. همینطور تعدادی از اون هواپیماهایی رو که مدعی هستند در ساخت داخلی است و به طور انبوه از اونها استفاده میکنند. بنابراین این هم میتونه شرایطی در نظیر شرایط جنگنده های دیگر و یعنی که اون پهپادها و موشک هایی که جمهوری اسلامی ساخته و دیدیم ناکارآمدی اونها رو تا به امروز. بنابراین بعید به نظر نخواهد رسید که اون چه که مهمه تبلیغاتی است که حول این ساخته ها انجام میشه و نه کیفیت اینها و نه آزمایش اینها و نه دسترسی دستیابی به قطعات خوب، قطعات و همینطور فناوری های مدرن. بنابراین به اعتقاد من بسیار بسیار نزدیک هست به این که این هلیکوپترها هم ساخت داخلی باشند و از اونها استفاده کردن. تعدادی هم از اونها تا به حال سقوط کرده و افراد مهمی رو نظیر همونطور پیشتر اشاره کردم از جمله فرمانده نیروی زمینی سپاه رو از بین برده که البته در اون زمان هم میگفتن که شاید توطئه‌ای بوده و اون رو خواستن از بین ببرن. در این مورد هم ممکن هست چنین بحثایی در بگیره، ولی حتی در صورت چنین امری نبایستی اعتماد کرد به این ساخته های جمهوری اسلامی به خاطر اینکه تأکید بر دو چیزه، یکی اینکه نظیر شوروی سابق بر تعداد هست، یعنی کمیت و نه کیفیت، و دوم اون به اصطلاح تبلیغات بسیار شدیدی که حول این ساخته های داخلی وجود داره. از یاد نبریم به عنوان نمونه هواپیمای جنگنده ای رو که جمهوری اسلامی ساخته بود و احمدی نژاد زمان ریاست جمهوری سوار اون شده بود که مقدار تعداد حلبی رو به هم چسبونده بودن و حتی جا نبود برای خلبان، یعنی در این مورد احمدی نژاد، که به راحتی در اون بنشینیم. این هلیکوپترها هم به احتمال بسیار زیاد از همون خانواده است.